با یاد و نام خداوند متعال همراهان خوب خبرنامه سلام. امروز روز جهانی شهرهاست. از هر شهر و از هر کوچه و گذر سرزمین که هستید، امید که آرزوهایتان نزدیک باشه. ما هم با خبرنامه از کابل جان دیار کاکه ها در خدمت شما هستیم. بله، ماکرون از بد کرده خود پشیمان شد. خدمت شما شد که رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته نمیفهم سر فره برن مانده بود. چطور بود که مقصد با همون نشر کاریکاتور پیامبر در ملای عام بدی کرد که هنوز به هفته نرسه، یعنی دیروز رسما از موضع قبلیش عقب نشینی کرد و در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های جهانی گفته است که احساسات مسلمانان قابل درک است. تا اینجاش بسیار خوب، اما در ادامه باز شیطانی خود نشان داده و گفته که پروژه کاریکاتور ربطی به حکومت فرانسه ندارد. همون رو خیلی در تصویرم میبینید. من نفهم دیگه، یعنی چه ربطی به حکومت فرانسه نداره؟ حالا نشریه شارلی ابدو رو خب میشه گفت که یک نشریه خصوصی است، با این حال هرچند که جای دفاع نداره، چرا که ذیل همین قانون دولت فرانسه کار میکنه. حالا ما میگیم خیر، اما خود جناب مکرون مولی خانه است، رئیس جمهور فرانسه است. نشر کاریکاتور بعد از شارلی ابدو و در ابعاد 10 متر و روی ساختمان‌های دولتی فرانسه و هم به دستور جناب مکرون، آیا میشه جدای از دولت فرانسه باشه؟ اینها هم به یک طرف. طی یک هفته اخیر کی دمی سخنرانی‌های هر دفعه از نشر کاریکاتور به بهانه آزادی بیان دفاع، آزادی بیان و دموکراسی دفاع می‌کرد و حتی گفت که یک قدم هم پس نمی‌کشیم. شما بودی جناب ماکرون، رئیس جمهور دولت محترم فرانسه. خلاصه ای که دو زانو نشستن بعد از همون کار چندان فایده نداره. رسما معذرت خواهی بکنن، شاید که قبول بکنیم یا نکنیم. در این روزها آمریکا هم به صبرانه منتظر خروج از افغانستان است. خب تفسر سرش زیاد است، منتها مسئله اصلی است که سازمان ملل دست به کارهایی میزنه که گویا میخواد که تمام نقشه‌های آمریکا را نقشه بر آب بکند. آمریکا بس چقدر زحمت کشید که با طالبان یک معاهده ای را امضا کرد. آمریکایی‌ها علت خروجشان را از افغانستان هم این عنوان میکنن که طالبان قول داده که با این شبکه تروریستی به شمول القاعده هیچ گونه ارتباطی هم نداشته باشه. و آمریکا هم همین را در بوق و کرنا کرده که این طالبان با تروریست ها ارتباطی نداره، لذا کار ما در افغانستان خلاص و سلام، ما رفتیم. امروز نماینده سازمان ملل در یک خبر گفت که القاعده در کنار طالبان زنده و پرتحرک است. یعنی که امریکایی ها هرچند که میگن طالبان تضمین داده، اما نه خیر، طالبان همچنان با القاعده اندیوال است و دوست صمیمی. انال امریکایی ها اگر که برن خب این ارتباط طالبان با القاعده چطور میشه؟ اگر که بمانن خب چه رقمی خود از افغانستان خلاص بکنن؟ اینی را اگر نگیم که چلک اندازی، پس چی میتوان گفت؟ بازی جدید طالبان. خدمت هر شود که طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته که طالبان در جریان این 50 روز گذشته تقریبا میشه که از ابتدای امو شروع گفتگوهای بین الافغانی در قطر 1959 دیگه 2000 بگیرین تحریک تهاجمی انجام دادن. با شمول ازمی 1959 شامل 14 حمله انتحاری بوده، 273 موردم انفجار ماین بوده که از اثر این حملات تقریبا 863 تن ملکی شهید و مجروح شدن. این یک طرف بانین. در خبر جالب، طالبان در دیدار با خلیزاد گفته که زندانیان بیشتری از طالبان آزاد شوند. این در حالی است که خود امی جناب خلیزاد اخیراً درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. دیگه همی که یک رقم امی درخواست طالبان چرز بکنم ریشخندی با دولت ما و شما معلوم میشه، چرا که طالبای کرام نفهم که چقدر به وعده همون قبلی خود عمل کردن که همون 5000 زندانی را دیگه بر نمیگردن به سنگرها، که حالا باز درخواست آزادی بیشتر دادید. همه میدانن که همین بعد از آزادی همون 5000 بود که میزان تهاجم بالای دولت ده ها برابر شد. حالا از اون کدام جالب تری که جناب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور روز پنجشنبه همین هفته گذشته به مناسبت میلاد حضرت رسول در کابل یک سخنرانی میکرد و یک گپ را گفتن که گروه طالبان از 40 قاچاقبر پیسه گرفتن و اوها را تحت نام زندانی های طالبان از دولت خواستن و آزاد شدن و تأکیدم کردن که قاچاقبران آزاد شده به اتهام عضویت در گروه طالبان دستگیر نشده بودن. بله، خب سوال اینجاست که چرا آزاد شدن؟ یک رقم تبصره میمونه سر خود همین دولت ما و شما.
خلاصه باید منتظر بود که آیا دولت پیگیری خواهد کرد این درخواست جدید طالبان را یا نه، و از او هم مهمتر چند تنشان اینی رقم قاچاقبرا و مواد فروش خواد بودند که آزاد خواد شدند. اما امروز یک نشستی هم در کابل برگزار شده بود به بهانه هفته اخوت و برادری و هفته وحدت اسلامی. امید که هر چه زودتر شاهد این وحدت باشیم در سراسر جهان اسلام. اما موضوع اصلی هم همین دنیای اسلام بود و غرب. البته واقعا چرا دیگران جرأت میکنن که به مقدسات دین اسلام و ما مسلمانان توهین بکنن؟ ببینید. گیرم پدر تو گر بود فاضل، از فضل پدر پسر را چه بود حاصل؟ ای پیامبر معراج رفته، ما نمیتوانیم که یک متر بالا بپریم. ای پیامبر رحمت برای عالمین بوده، ما برای خانواده خود رحمت نیستیم. ای پیامبر اخلاق عظیم داشته، ما جز جنایت و انتحار و انفجار چیز دیگری را در بین جامعه ترویج نمی کنیم. جنایت به ما نسبت داده میشه، انتحار و انفجار به ما نسبت داده میشه، جهاد و نکاح به ما نسبت داده میشه، قتل و آدم کشی و ویرانی به ما نسبت داده میشه. چرا ما نمیتوانیم که واقعیت ها را بگیم که ضعف از ماست؟ خب این یک روی قضیه بود که ما چقدر به پیامبر و دستوراتش پایبندیم. اما یک روی دیگری هم داره، ای که اروپایی ها چه کردن که امروز به این قدرت رسیدن که و این قدرت هم دستشان است که هرچی بخواهند میکنن و کسی هم پرسانشان نمیکنن. ببینید، اونا اتحادیه اروپا را ساختند، اونا مثلا ناتو را ساختند، هم سازمان های سیاسی، هم سازمان های اقتصادی، هم سازمان های سیاسی. اما امت اسلامی چی ساخت؟ امت اسلامی از اروپا قدرتمندتر است، نیرومندتر است، بیشتر است. نه بانک جهانی اسلامی داریم، البته بانک اسلامی که میسازن اینا نیست، اینا بانک های افراد است. مثلا شوراهای بزرگ اقتصادی ساختند، کشورهای جی 8 ساختند، جی 14 و جی 12 ساختند. اما ما چه ساختیم؟ اتحادیه اروپا وجود داره، ما رفتیم، شما نرفتیم، ما دیدیم همه اینا را. هر یک از این کشورها زرادخانه اتمیستن، قدرتن. اگر بخواهند کره زمین تهدید کرده میتونن. ما یک کشور اتمی داریم، ما را تهدید میکنه، همه قوتش آورده سر ما. بله، اما از دیگر نکاتی که گفته شد بسیار جالب هم بود بحث نوعیت حکومت هاست در دنیای اسلام، که جالب هم ایسته که در اکثر کشورهای ثروتمند اسلامی هم این نوع حکومت داره. حال چه نوع حکومتی و چه ربطی داره به وضعیت ما مسلمان ها؟ ببینید، پیامبر برای چی آمد؟ برای که ملوک و توایفی را از بین ببره، حکومت خاندانی را از بین ببره. بیایید شما و وجدانتان تعقل و تفکر بکنید، در همه کشورهای عربی که شیخ ابن شیخ، ملک ابن ملک، شهزاده ابن شهزاده است، این در کجای اسلام که در کجای بشر است؟ آیا ظلم بالاتر از این است که یک خانواده در طول عمر بر یک کشور حکومت بکنه؟ اگر حرف بزنیم ما را گردن میزنه که تو درباره نمیدونم خادم الحرمین و نمیدونم فلان و فلان حرف زدی. اسلام هم تا این حکومت ها را از بین ببره. قوم نباشد، نژاد نباشد، طایفه نباشد، خاندان نباشد، مردم حق تعیین سرنوشت داشته باشد، خوبان مردم، متقین مردم، کسانی که لیاقت داره باید زمامدار مردم باشد. و اما یک سوال بسیار مهم، چرا ما مسلمانان عصبی هستیم؟ نوع عملکرد برخی مسلمان نماها البته در قضیه نشر کاریکاتور در فرانسه سوال برانگیز است. اما واقعتش ما چرا تا این حد باید عصبی برخورد بکنیم با قضايا؟ ببینید، اتفاقا در عربستان سعودی هم از طریق دریافت به حساب تفحصات نفت و گاز و هم از طریق وقفیه به اصطلاح حجاج تأمین میشه، پولی هست که امت اسلامی را از نظر فقر میتونه پوشش بده، راحت میتونه ما را ورداره از زمین. ما که بسیار عصبی هستیم گشنه هستیم، ما که بسیار عصبی هستیم فقیر هستیم. انصافا آدم فقیر عصبی است، هر فقیر عصبی است، و مسلمان ها فقیر هم. مسلمان ها واقعا از دین غنی هم. بله، این همه را شنیدیم، اما چه باید بکنیم؟ تقدیم شما.
کار در دل اجراست. اگر شما با روی کرده عمل کرد گرایی در دین نپردازین، عمیق آقای ما همیشه میمانه، واکنشی میشیم در برابر جهان. بعد اونا آرام تصمیم میگیرن، ما همچنان عصبی میمانیم. اونا کاریکاتور میکشن، میدانن که حال مسلمان ها عصبی میشن و ما انرژی مونو میگذاریم برای واکنش. اما مدنی کردن این حرکت این است که به جای او جوج زدن تصمیم بگیریم. اونا گفتن که حرفی زدن در اهانت به اسلام، ما روخی حکمت اسلام رو بیرون بکشیم در برابر جهان. و اما یک نکته دیگه هم در صحبت ها مطرح شد که خوب است در موردش فکر بکنیم. چرا دنیای اسلام صلاحیت یا به یک تعبیر لیاقت یا توانایی دخیل بودن در تصمیمات جهانی را نداشته باشه و نداره؟ بشنوید. او کشورهایی که حق ویتو داره، اما ما تا هنوز نتوانستیم خود را از غلامی نجات بدیم و این حق ویتو را لغو بکنیم. این همه کشورهای اسلامی و ملت اسلامی مگر تا هنوز می تواند که به عنوان یک عضو ویتو باشه؟ و اما با فیسبوک در خدمت شما هستیم و از اسحاق جواد شروع میکنیم که امروز مطلبی را بسیار زیبا در صفحهشان نشر کرده بودند و گفتند که یک محصل از استاد ژاپنیش قصه جالبی را اینگونه نقل قول میکند. طبق معمول استاد با سرعت به سرویس بالا شد و من هم که قبل از او به چوکی نشسته بودم به احترامش از جایم بلند شدم. استاد خوشحال شد و در کنارم نشست. در مسیر راه از ساعت‌های کاریش پرسیدم. او برایم گفت که بعد از ختم کاری رسمی در فاکولته یک ساعت برای نواساهایم کار میکنم. پرسیدم حتما همراهشان بازی میکنید یا درس میخوانید؟ گفت نه خیر، وقتی ساعت‌های رسمیم ختم شود یک ساعت بیشتر کار میکنم و از او ساعت اضافی هم پول نمیگیرم. او یک ساعت اضافه کاری است که صرف برای آینده ژاپن و نواساهایم انجام میدم تا کشور ما ترقی کند و در آینده شرایط زندگی برای فرزندان و نواساهای ما بهتر شود. و بانو سمیرای راشدی هم با نشر عکسی نوشته کردند مردم دایکندی بدون اظهار نظر از سوی حکومت محلی سرکهایشان را به صورت خود جوش خودشان کار میکنند، چون هیچ توجه از سوی حکومت محلی و حکومت مرکزی صورت نمیگیرد. این در حالی است که بودجه انکشافی دایکندی فقط 39% به مصرف رسیده است و مسئولین و وکلای این ولایت نمیدانم که در کجا خواب است و چی میکنند. و شفق همراه نوشته کردند که پشت پرده انتقال تجهیزات نظامی خارجی ها از افغانستان به پاکستان، مقامات آمریکایی با انتقال تجهیزات و امکانات نظامی خود از افغانستان به پاکستان قصد ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در این کشور یعنی پاکستان را دارند در نزدیکی سرحدات مشترک با افغانستان. کاریکاتور زیبا هم ببینید. از اینکه با برنامه خودتان همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت شما خوش.